واکنش های جهانی به قرآن سوزی و هتک حرمت به مقدسات مسلمانان از سوی افراد، گروه ها و سازمان های مختلف بین المللی ادامه دارد. در تازه ترین واکنش ها، مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی از جمله بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، مجموع رسانه امام حسین علیه السلام، مرکز آدم و برخی دیگر از مجموعه ها این اقدام مهم را محکوم کردند. در بیانیه مجموع رسانه امام حسین علیه السلام هم آمده است: معرفی فرهنگ ثقلین به جهانیان بهترین پاسخ در برابر اهانت به قرآن کریم است. در ادامه بیانیه تاکید شده که تداوم اهانت به مقدسات مسلمانان به ویژه قرآن کریم و تکرار این اقدام ها می تواند هشداری برای همه مسلمانان باشد که با خطر این گونه اقدامات در همه جای دنیا مواجه هستند. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام همچنین خاطر نشان کرده است: آیت الله العظمی سید صادق شیرازی بارها تاکید کردند که حکومت‌های اسلامی باید بر اساس اصول دو حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وصی آن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام عمل کنند تا جهانیان حقیقت ناب اسلام را بشناسند. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی نیز در بیانیه‌ای اقدام مقامات سوئدی را در اعطای مجوز برای قرآن سوزی را محکوم و این گونه رفتارها را نقض آشکار حقوق بشر تحت عنوان آزادی بیان توصیف نموده است. این بنیاد در بیانیه خود از مجمع عمومی سازمان ملل خواست تا این گونه اقدامها را که موجب نقض آشکار حقوق بشر است محکوم کند و قوانینی را وضع کند که رفتار عاملان این گونه هتک حرمتها بلافاصله و به صراحت جرم تلقی شود. در این باره گفتگوی داشتم با شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمان‌های حقوقی شیعه در آمریکا، و از ایشان پرسیدم چه مرزی میان آزادی بیان و هتک حرمت به مقدسات پیروان ادیان مختلف وجود دارد و وظیفه مسلمانان و نهادهای بین المللی در برابر هتک حرمت‌ها چیست؟ با هم این گفتگو را ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در یک دنیایی زندگی میکنیم که دنیای تناقضات آزادی بیان در کشورهای غربی یک معنا داره، در کشورهای شرق اوسطی یک معنای دیگری داره، در کشورهای فارسی زبان باز هم مختلفه. یعنی آزادی بیانی که در افغانستان مطرح هست یا در ایران مطرح هست یا در فرض بکنید که آذربایجان مطرح هست، خب اینها سه تا دیدگاه نسبت به آزادی بیان هست. در افغانستان میگن آزادی بیان فقط برای اونهایی است که دولت فعلی افغانستان یعنی طالبان را تأیید بکنه. در آذربایجان میگن آزادی بیان این است که لطمه‌ای به عقاید و حرفها و سخنان دیگر مردم نزنن. بعضی کشورها تعریف میکنن آزادی بیان را اینجور معرفی میکنن، میگن که فقط باید به نفع دولت حرف زد، که بعضی از جاها گفته بودن به بعضی از روحانیون که شما فقط وظیفه داری ما را حمایت بکنید. به هر حال این تعریف آزادی بیان متفاوته، بنابراین کشورهای غربی تعریف خاصی برای خودشون دارن و اونها هم درجاتی در این تعریف دارن که معمولا آزادتر از همه و بی‌بندوبارتر از همه را دولت سوئد داره. تازه در خود دولت سوئد هم بین نیروهای پلیس و بین سیستم قضایی و بین نمیدونم وزارت خارجه و امثال این هم باز اینها چندگانگی هست که در نتیجه این مشکل به وجود اومده. اما سوزوندن قرآن کریم این اولین بار نیست، فقط اولین بار یک کسی است که توی خاورمیانه یا توی عراق بنابر آنچه را که میگن زندگی میکرده. این عموماً این نوع کارها را، حالا چه نسبت به قرآن کریم باشه که کاملترین
کتاب آسمانیه و چه نسبت به کتاب‌های دیگه باشه، این چند بار صورت گرفته. اونهایی که این کارها رو میکنن عموماً آدم‌هایی هستن که از نظر اجتماعی بسیار عقده دارن، از نظر اجتماعی افراد فرومایه هستن. این فرومایگان خیلی کارها میکنن، این هم یکی از این کارهاست. ولذا به نظر نمیاد که علاج حقیقی را ما دنبال کرده باشیم. آنچرا که ما وظیفه داریم، وظیفه مسلمون ها، همون فرمایش آقا امام هشتمه که حضرت فرمودن رحم الله من احیا امرنا. همین روایت رو حضرت آیت الله العظما صادق شیرازی بارها و بارها به میهمانانی که از کشورهای مختلف میان و این سوال رو میکنن که وظیفه ما چیه، ایشان بهشون همین روایت رو براشون میخونن که فرمایش آقا امام هشتمه. حضرت فرمودن رحم الله من احیا امرنا، از ایشون سوال شد که چگونه است که امر شما را زنده نگه بدارن، نگه بداریم ما یا نگه بدارند مردم یا مسلمان ها. حضرت فرمودن یتعلم علومنا و یعلمها الناس. وظیفه حقیقی مسلمان ها این است که علوم آل محمد را یاد بگیرند، یعنی روشن فکر بشن. روشن فکری به این معنا نیست که جلوتر از قرآن و روایت برن. روشن فکری به این معناست که قرآن و روایات رو بفهمن، یعنی درس خون بشن، یعنی تحصیل کرده بشن، یعنی در مکتب اهل بیت پرورش پیدا بکنن. ما متاسفانه میبینیم گاهی که افرادی که خودشون را خوش فکر میدانن، روشن فکر میدانن، یک پار جلوتر میگذارن و اونچرا که خدا نفرموده و ائمه نفرمودن یه جور دیگه بیان میکنن. پس وظیفه مسلمان ها این است که نسبت به دینشون آگاهی پیدا بکنن و این آگاهی را به مردمی که بلد نیستن یاد بدن. یعلمها الناس، خطاب اول اینه که مسلمان ها وظیفشون این است که علوم آل محمد را یاد بگیرن. قسمت دوم که یعلمها الناس یعنی عموم مردم را یاد بدن، نه اینکه فقط مسلمان ها را یاد بدن، نه اینکه فقط شیعه ها را یاد بدن، عموم مسلمان ها، عموم مردم دنیا را یاد بدن. در همین حدیث، ذیل همین حدیث داره به درستی که اگر مردم بدانند سخنان ما خاندان عصمت و طهارت چقدر خوب و زیبا و عاقلانه و بسیار خردمندانه است، اگه مردم اینا رو بدونن اینها فقط به ما گرایش پیدا میکنن. مشکلی که ما داریم مشکل در حکومت‌های ماست. حکومت‌های ما نمیگذارن ما یاد بگیریم دین خدا را. اونها دینی را که خودشون میخوان رواج بدن، اون دین را به زبان ما جاری میکنن، از ما فقط همون را میخوان. مشکل در اینه. اما مسئله چگونه ما برخورد بکنیم، در چگونه حل بشه این مسئله قرآن سوزی و در سوئد به خصوص، من معتقدم قصه سوئد نیست و قصه قانون نیست. مشکل در این است که ما برای دینمون رایزنی نمی کنیم. در همین سوئد چند وقت قبل یک آقایی که به حسب قوانین سوئد تروریست را حمایت کرده یا قاتل بوده یا هرچرا که، در نتیجه همون قانون سوئد برای او محکومیت درست کرده بود. این آقا چجور شد که آزاد شد؟ با رایزنی بود یا با راهپیمایی بود؟ مشکل این است که حکومت‌های ما توی خاورمیانه به ما از عقیده ما استفاده می‌کنن و مصرف داخلی درست می‌کنن، یعنی عقیده شیعیان را، اینها را به بازی میگیرن، اینها را تو خیابونا میکشن برای منافع سیاسی، فقط مصرف داخلی داره.
اگر این که راست میگفتن حکومت‌های کشورهای عربی و اسلامی اونهایی که ایمان به قرآن کریم دارن، چرا هیچ کدوم اینها با دولت سوئد رایزنی نکردن؟ مگر سابقا یک شخص دیگری که قرار بود تورات و انجیل و قرآن را آتش بزنه و وقتی که رسید به تورات، اون کشوری که حامی توراته و به عقیده خودش تورات را قبول داره، رایزنی کرد و تورات آتش نگرفت. چرا کشورهای ما رایزنی نمی کنن؟ چرا کشورهای ما فرض بکنید که یک گروه وکیل و قانوندان نمی فرستن برای اون کشور تا به اونها این مسائل رو بفهمونن؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیرازی را، یک کسی که پاکستانی الاصل بود، گمان میکنم پدرش پاکستانی مادرش عراقی یا برعکس، آمده بود اوائل 40 سال پیش آمده بود ایران. خودش نقل کرد برای ما، گفت وقتی که من جوان بودم، هنوز درس میخوندم، رفتم خدمت ایشون و دیدن ایشون، چون اسم ایشون رو شنیده بودم، رفتم دیدن ایشون با پدرم. ایشون از من سوال کرد، فرمود که شما وقتی که درست تموم میشه میخوای چه کار بکنی؟ گفتم نمیدونم، فکر خاصی ندارم. ایشون فرمود یک مرکز پژوهشی درست بکن که توی این مرکز پژوهشی به کشورهای غربی یاد بدید عقاید مسلمان ها را، به این معنا که خیلی مسائل هست هم برای ما مسلمان ها درباره غرب یه چیزای زیادی رو نمیدونیم و هم غربی ها در مورد مسلمان ها چیزی نمیدونن. ایشون نقل کرد، گفت آقای شیرازی به من یاد داد، فرمود که چه مسائلی را اونجا پژوهش و بررسی و اینها درست بکن، به خود کشورها هم بفروش، پولم از اونها بگیر، ولی به اونها بفهمون اسلام چی میگه. چون اگر این که با ندانیم اسلام چی میگه، اون چرا که ما خیال میکنیم به مردم معرفی میکنیم و این خیلی بده. یعنی ما باید ملاحظه این را بکنیم. یه لطیفه به شما بگم، ایام غدیره رفته بودم دیدن یک عزیزی در همین آمریکا. ایشون پسرش کوچیک بود، داشت به پسرش میگفت درباره من، میخواست تعریف بکنه، میگفت ایشون آرتیسته، میخواست بگه یعنی ایشون ریلیجیس منه، میخواست بگه اسپیکره، یعنی یا مثلا روحانیه یا سخنرانه. به جای اینکه اینها رو بگه، گفت که ایشون آرتیسته. خب این ندانستن، این بچه خیال میکنه ما آرتیستیم، تا روز قیامت هم تو ذهن خودش میمونه. پس بنابراین آنچرا که وظیفه هست در وظیفه مسلمونا برای فهمیدنه و یاد دادن به دیگران، وظیفه حکومت ها اینه که یک همچین حالتی که پیش میاد رایزنی بکنن. این رایزنی ها به درد میخوره، گروه وکلا را بفرستن، همون کاری که برای نجات یک دونه از اتباع خودشون انجام میدن، اونم یک کارمندی که کارمند حکومت بوده اونجا مشکل پیدا کرده، چجوری او را آزادش کردن، چقدر نیرو مصرف کردن، همین نیرو رو مصرف بکنن برای مسائل دینی. امیدوارم انشاءالله اقلا سوال های شما را تونسته باشم جواب بدم. انشاءالله موفق باشید. با تشکر از شیخ محمد تقی زاکری که با ما همراه بودند.